دوستان عزیز توی این قسمت میخوایم در مورد دستورات شرطی توی پی اچ پی صحبت کنیم خب زنپا باز کنید اپاچیتون رو استاد کنید مثل جلسات گذشته و من اومدم پی اچ پی سند باکسم و توی لوکال هاست که اچ داکس میشه هم قرار دادم و داخلش یه دونه فایل index.php است دقیقا مثل جلسات گذشته و اینجا هم ایندکس هم رو باز کردم خب با ایف شروع میکنیم و ببینیم ایف به چه صورت کار میکنه ببینید دستورات دقیقا شبیه جاوا اسکریپت است کار ساده داریم یه دونه متغیر تعریف کردم به اسم x و بهش یه مقدار دادم 5 گفتم ایف پرانتز باز و بس دستورم رو نوشتم شرطم رو اینجا قرار دادم و گفتم x کوچکتر از دوازده اگه درست باشه این علامت آکولاد باز و بسته میبینی که بعد ایفه این مقدار اجرا میشه حالا شما هر دستوری توی این فضای آکولاد قرار بدین در واقع اجرا میشه پس اگر x کوچکتر از 12 باشه اکو اجرا میشه و تو رو برای ما به خروجی میفرسه خب 5 از 12 کوچکتره این هم که دوستان علامت کوچکتر کوچکتر مساوی بزرگتر در واقع عملگرهای مقایسه‌ای بودن که جلسه قبل در موردشون صحبت کردیم حالا من اینجا رفرش میکنم ببینید که تورو برای من برمیگرده و این دستور در واقع صحیح بود یک مقدار تورو برگردون این عملگر به if و if گفت true و اگه درست باشه اجرا میشه حالا ما مدل دیگه هم داریم به اسم if else به چه معنی ببینید ساختش به این صورتی که ما میگیم if یه مقداری بررسی کن اگر این مقدار تورو نبود false بود میاد else اجرا میشه پس اینجا آکولاد باز و بسته دستورات ایف اجرا میشه بعد از اون الز در صورت که غلط باشه الز اجرا میشه و این مقدار خروجی ارسال میشه یعنی در واقع هرچی که دستوری که توی این آکولاد قرار داده باشیم خب من اینجا گفتم x5 حالا اینجا گفتم x5 هست ولی اینجا گفتم چک کن آیا x کوچکتر از سه هست خب نه x بزرگتر پس این دستور اجرا نمیشه و الز اجرا میشه اگه رفرش کنم بینید که الز اومد به خروجی دوستان خب پس در صورت الز اجرا میشه یه مدل دیگه هم از نوع ایف داریم دوستان که به این صورت اجرا میشه دوستان ببینید من اینجا متغیر x و 5 تعریف کردم درسته بعد گفتم که بیا چک کن ایف آیا 5 کوچکتر از 100 خب نه اجرا نمیشه میاد مثال بعدیش به این صورت که میگه الز if الز if فرقش با else چه دوستان اینه که ما میتونیم یه دستور دوراق روبروش یه شرطی رو اجرا کنیم میگم x کوچکتر از صده میگه که خب الان آره x 5 درسته کوچکتر صد اگه رفرش کنم این if اجرا میشه اما اگه x رو بکنمش 115 خب اینجا چه اتفاقی میفته این اجرا نمیشه میاد else if بعدی رو بررسی میکنه میگه آیا x از به عنوان مثال 120 کوچکتره خب الان x 115 پس دستور اولی اجرا نمیشه چون شرطش برقرار نیست x از 100 کوچکتر نیست ولی else if x از 120 کوچکتر رفرش کنم میبینید که else if داره اجرا میشه این بلاک داره اجرا میشه دوستان حالا ما میتونیم چندین else if جدا داشته باشیم 5 تا 10 تا else if else if else if بزنیم که حالا یه مدل کوچکترش و خلاصه ترش هست به اسم سویچ که آخر همین جلسه میگم پس ما میتونیم چندین else if داشته باشیم و براشون شرط بزنیم حالا اگه از 100 کوچکتر نبود، از 120 هم کوچیک‌تر نبود، الز اجرا میشه. به عنوان مثال اینجا باشه 125 که از 100 بزرگتر باشه، از 120 بزرگتر باشه. اگه رفرش کنم ببینم که الز رو داره به ما نمایش میده. خب دوستان ما در واقع گفتیم که چند مدل عملگر دیگه است که توضیحات میدیم. یکیش عملگرهای در واقعی شرطی هستن. خب به چه صورت هم؟ به این صورت هستن که دو نوع هستن یه مدل علامت سال دو نقطه هستن که بهش میگن تنری یه دونه دو تا علامت سوال هست که بهش میگن نال کوالیسینگ ببینیم این به چه صورت کار میکنه نا کنید من اینجا یه ای مثال براتون میذارم توی این عملگرا میخوام اول علامت علامت سوال و دو نقطه رو بگم که خیلی کاربردی ام ببینید من اینجا ایکس رو تعریف کردم یه مقدار تو رو بهش دادم خب به این میخوام شرط اجرا بشه بعد گفتم که یه متغیر تعریف کردم گفتم که x دالر x رو بهش نشونم گفتم پرانتز باز و بس دالر x اینجا اینو چک میکنه اگر x ترو بود علامت سوال بعدش این مقدار میاد اختصاص داده میشه به استاتوس در غیر این صورت else این مقدار میاد اختصاص داده میشه به استاتوس و من گفتم اکو کنه استاتوس رو پس اگر x ترو باشه بعد از علامت سوال هر چی که باشه هر چیز جز... که باشه اختصاص داده میشه به استاتوس اگر این فالس باشه بعد از دو نقطه هرچی که هست اختصاص داده میشه به استاتوس دوستان دقت کنید این مبانی پی اچ رو توی تمرین توی تست و تکرار کردن و توی پروژه مختلف در واقع خیلی بهتر درک میکنید و یادش میگیرید. خب من جا رفرش بکنم بینید تورو برگردون چرا؟ چون ایکس من تورو هست این شرط برابره اگه فالس باشه چی؟ اگه فالس باشه دوستان بعد از علامت سوال اجرا نمیشه و بعد از دو نقطه حالا هر مقداری که هست میاد توی استاتوس ببینید رفرش کنم شه فالس من هر مقداری اینجا قرار بدم این مقدار دوستان میاد و توی استاتوس میشینه و من اینو گفتم اکو کنه خب پس اینو خیلی خیلی در نظر بگیرید این در واقع جزء دستوراتی است که خیلی پر استفاده است چون خیلی ساده کرده کار ما رو برای چک کردن حالا ببینید دو تا علامت سوال به چه صورت کار میکنه ببینید دو تا علامت سوال به این صورت کار میکنه من جای کالر تعریف کردم به اسم بلو بعد گفتم یه متغیر کالر تعریف کردم گفتم مساوی با همین کالری که بالا تعریف کردیم دو تا علامت سوال رد این یعنی چی این به این معنی که اگه دالر کالر تعریف نشده باشه یا مقدارش نال باشه رد و میاد میریزه توی کاله توی این متغیر میریزه خب و منم اکو کردم ببینید الان کالری که اینجا هست خب یک مقدار داره اصلا من عوضش کنم کالر یک خب که بهتر فهم اینجا میگم کالر یک یه مقدار داره اینجا گفتم کالر بیا چک کن اگه کالر یک مقداری داشت که خب هیچچی اونو بریز توی کالر اما اگه کالر یک مقداری نداشت رد و بیا بریز توی کالر حالا ببینید رفرش میکنم الان کالر من شد بلو چرا چون یه مقدار داشت کالر یک و این مقدار اومد به کالر اختصاص داده شد اما اگر مقداری نداشته باشه به این صورت یا نال باشه ردو میریزه ببینید من اگر رفرش کنم الان کالر من که توی اکوپاسش دادم رنگ قرمز رو گرفت چون این کالر مقداری طرف نشد قرمز شد یا اینکه بهش بگم مساوی با نال باشه خب حالا رفرشش کنم ببینید بازم رد و برمیگردونه یا نال باشه یا مقدار بهش اختصاص داده نشده ولی اگه یه مقدار داشته باشه حالا هر چیزی اون مقداره میاد توی کالره میشینه اگه رفرش کنم ببینید این مقدار میومد و توی کاله نشست چون این مقدار داشت پس دو تا علامت سوال اگه این مقدار نداشت یا نال بود بعد از علامت سوال میاد و میشه دوستان خب بیایم و به بقیه قسمت بپردازیم حالا یه عملگرهای دیگه هم داریم دوستان عملگرهای منطقی که حالا چون ایفا یاد گرفتی میتونیم بهتر در موردش صحبت کنیم ببینید یکیش اند هست یا با این علامت که شما میتونید دو تا از این علامت قرار بدین علامت اند دو تا کنار هم یا بنویسید مستقیما اند یا اور قرار بدین یا به جای اور بیان از علامت پایپ استفاده کنید XOR داریم و NOT که این خوب میگه برابر نباشه بیایم یه چک کنیم دوستان ببینیم اند به چه صورت کار میکنه ببینید اند یا به این صورت می یا مستقیما مینویسید اند. خوب خب حالا این چه کار میکنه این میاد چک میکنه و میگه تعداد شرط هایی که شما قرار میدین باید همشون ترو باشه اینجا شما میتونید بیایم بگیم بعدش اند یه سری دستورات و بعدش دوباره بگین اند یه سری دستورات هر مقداری که شما داره میتونید اینجا قرار بدید حالا این اند به این صورت کار میکنه که میگه هر دوتاشون باید صحیح باشن حالا هر تعداد که هستن همشون تورو باشن ببینید اینجا x رو گفتیم آیا برابر 100 هست مقدار 100 رو برش تعریف کنم هم 5 بعد گفتیم اند y هم مقدارش 50 اگه این شرط درست باشه یعنی x 100 باشه y هم 50 باشه این اجرا میشه if اجرا میشه در غیر این صورت else اجرا میشه و نور میاد خروج خب رفرش میکنید طبیعتاً یه سو به چون x 100 y هم 5 اما اگه بگم y شصه چی ببینید x درسته ولی y غلطه x دقیقا 100 هست y غلطه اما چون یکیش فالسه در نتیجه فالس رو برمیگرده اگه رفرش کنم این دستو فالس میشه میاد else اجرا میشه و الز میگه نو پس اینو دقیقه داشته باشه اند باید هر دوتاش صحیح باشه خب حالا همین قضیه برای اورم وجود داره اما اور به چه صورت کار میکنه ببینید اینجا گفتیم که علامت اور رو قرار دادیم گفتیم x 100 y هم 5 دقیقه هم مقداره قبل خب این دوتاش درسته این که دوتاش درست باشه ببینید یه سا برمیگردونه اند هم همین کار رو میکرد اما فرق اور با اند اینه که اور میگه که شما یکی از دستوراتم درست باشه حل خب ببینید مگه اینو 60 قرار بدم x درسته وای غلطه and اگه باشه میگه که فالس اشتباس و برو توی اکو توی و نور رو کن اما اور به این صورت نیست اور میگه اگه یکی از شرط ها درست باشه تو رو برگرد خب اینجا وای غلطه اما اگه رفرش کنم بازم یه سا به چون یکی از شرط ها درست بود اند باید همه شرط ها درست باشه اور باید حداقل یکی از شرط ها درست باشه و اینجا شما میتونید چند تا اور دیگه قرار بدین دستورات دیگه دستورات دیگه, دستورات دیگه، هر تعداد اور که بخواید میتونید قرار بدین حالا اگه اینم اشتباه باشه مثلا ده خب مقداری سره اگه دوتاش غلط باشه این دفعه میاد و الز اجرا میشه رفرش میکنم میبینید که نو اجرا شد خب اینو برم گردم صد و این مقدارم برمیگردونم گردونم روی پنجا پس این هم در مورد عملگرهای منطقی و اما میرسیم به سویچ ببینید سویچ یک دستوری که خیلی هم کاربردی داره ما تو از ایف الز های متوالی که استفاده میکنیم صرف نظر کنیم ببینیم از سویچ استفاده کنیم خیلی ساده تر دستورش و تمیز تر ببینید من یک کالر طرف گم اینجا میام از کلمه کلیدی سویچ استفاده میکنم توی پرانتز باز و بسته اون متغیرم رو قرار میدم اون چیزی که قراره چکش کنم شرطم اجرا کنم بهش گفتم کاله بعد اومدم از کلمه کلیدی کیس استفاده کردم گفتم که رد این یعنی چی این گفتن کیس یعنی دالر کالر من قرمزه اگه قرمز بود دقت کنید دو نقطه دو نقطه و این دستورات اجرا میشه بعد از این دو نقطه دستورات اجرا میشه خب و بعد از اون گفتیم بریک بشکنه پس اگه رد بود این میاد تو خروجی خب الان رد پس اگه من رفرش میکنم میبینید این اومد تو خوجی گفت که رنگ مورد علاقه شما قرمزه خب حالا من اینو میکنمش آبی میاد چک میکنه میگه سویچ کن بیا اینو چک کن کاله رو میگه آیا رده میگه اگر رده بیا اینو نشون بده بریک اگر رد نبود از کلمه بریک استفاده کنید خیلی مهمه همه این کلمات ببینید بنفش رنگ اینا کلمات کلیدی هستن بریک میشکنه میاد بیرون میاد کیس بعدی چک میکنه میگه آیا آبیه دو نقطه اگه آبی بود اینا به بعد تو خروجی رفرش میکنم میبینید که اینا برد تو خروجی زرد بود نارنجی بود ببخشید سبز بود چیکار میکنه میاد میگه که آیا سبز اینو بیار توی خروجی در غیر این صورت یه رنگی باشه یا یه مقداری باشه که نه رد باشه نه بلو نه گرین اتفاق که میفته این دیفالت اجرا میشه شما دیفالت باید حتما بنویسید دیفالت دیگه توی بعد دیفالت نمیان مشخصاتی بزنید که مثلا بس این کیس بیان بگین چی باشه دیفالت دو نقطه دو نقطه و میگین که اکو کن بگو که این متن رو براش بفرس بگو رنگی که تو هر مورد علاقته نه قرمزه نه آبیه نه سبزه و اگر رفرش کنیم دوستان اینجا بینید که این متن اومد به خروج خب جلسه بعدی دوستان میایم در مورد حلقه ها صحبت میکنیم